در این رزمایش ما سه سلاح ویژه به کارگیری خواهیم کرد. اول سلاح ضد نفرات و تجهیزات انفرادی دشمن، سلاحایی که علیه انسانهای تا دندان مسلح مجهز به آخرین تجهیزات روز به کارگیری خواهد شد. تفنگ ضد نفر با دوربین مخصوص نفرات را از فاصله 7 کیلومتری شناسایی و تا فاصله 3 کیلومتری مورد هدف قرار می‌دهد. گلوله این تفنگ قادر به عبور از مستحکم‌ترین جلیقه‌های موجود هر کشوری است. دومین سلاح ما علیه تجهیزات زرهی دشمن خواهد بود. این موشک‌های جدید دو برابر موشک‌های قبلی هم نوع خود برد داشته و قابلیت نفوذ در سخت‌ترین تجهیزات زرهی تا عمق 100 تا 120 سانتی متر و ایجاد انفجار در داخل آنها را داراست. سومین سلاحی که از امروز وارد سازمان نیروی زمینی خواهد شد سلاح ضد بالگرد خواهد بود که سلاح‌های متعارف و نامتعارفی که روی تجهیزات هلیکوپتری دشمن هست، ما قادر خواهیم بود از فاصله دو برابر سلاح‌های موجودی که عنوان شده در هوا انشالله منهدم خواهیم شد. سامانه ضد بالگرد قابلیت آن دارد که همزمان چند فروند بالگرد دشمن را مورد هدف قرار دهد. متحرک بودن، دقت در هدف، قدرت انفجاری بالا و شلیک همزمان چهار گلوله به هدف از ویژگی‌های این سامانه است. سومین روز از دومین رزمایش بزرگ پیامبر اعظم با اقدام عملیاتی نیروهای پیاده و مکانیزه نیروی زمینی سپاه پاسداران تا پاسی از شب با شلیک ادوات سنگین به اهداف دشمن فرضی ادامه یافت.